پدر یک دقیقه ای، نوشته دکتر اسپنسر جانسون، مترجم احسان پور یوسف. بخش هشتم. پدر جوان گفت: به تدریج به این فکر افتادم که همین سه روش سرپرستی بچه در خانه من نیز بسیار کارایی خواهد داشت. پدر او را مطمئن ساخت خواهد داشت. فقط نیازمند آنید که به دانچه اینک می دانید کارایی دارد عمل کنید. این چالشی است برای شما در عوض کردن رفتار خودتان و کنار زدن عادات قدیمی. اما اگر این کار را بکنید پاداشی مناسب خواهید داشت. پدر یک دقیقه ای ادامه داد: و به یاد داشته باشید که این سه روش ارتباط شخصی با فرزندان صرفاً بخشی از کار بزرگ سرپرستی و بزرگ کردن فرزند است. پدر یا مادر خوب بودن خیلی بیشتر از این است که آدم یک دقیقه از وقت خود را گاه گاه با کودکان بگذراند. با این حال روش ارتباطی یک دقیقه ای کمک بسیار بزرگی برای شما خواهد و تا جایی که به بقیه مسائل مربوط می شود باید قانون نفوذ و سلطه را که من از آن سود می جویم را به خاطر داشته باشید. این امر می تواند به طرق گوناگون به شما کمک کند. پدر جوان پرسید: این چه قانونی است؟ تلاش می کنم با کودکانم به همان طریق رفتار کنم که دوست دارم با من بدان طریق رفتار شود. جوان گفت: فکر می کنم حالا دیگر بدانم چرا توبیخ‌های یک دقیقه‌ای کارایی و تأثیر خوبی دارد. واقعاً که یک قانون طلایی است. با دیگران چنان کن که گویی دیگران با تو می کنند. مرد جوان ادامه داد: همه ما اشتباه می کنیم و من فکر می کنم می خواهیم کسی که واقعاً ما را دوست دارد در موقعی که رفتار دلپسندی نداریم این را به ما بگوید و در عین حال به یادمان بیاورد که ما انسان ارزشمندی هستیم. شنیدن صدای زوزه یک هواپیمای مدل در همان نزدیکی‌ها موجب تعجب میهمان شد. به دنبال آن سر و کله پسر کوچک صاحبخانه پیدا شد. پدر، آیا می توانم یک دقیقه وقت شما را بگیرم؟ پدر موافقت کرد. آنگاه هواپیما را به سرعت دوباره روبراه کرد تا پسرش بتواند آن را به پرواز درآورد. پسر با گفتن سپاسگزارم پدر اتاق را ترک کرد. آنگاه پدر به طرف مهمان خود برگشت و گفت: می‌دانید من و شما شباهت زیادی با هواپیمای مدل پسر من داریم. مهمان پرسید: چطور؟ ما برای فرزندان خود مدل هستیم. آنها بیش از آن که به حرفهای ما گوش و به آن توجه کنند به رفتار ما نگاه می کنند و ما را می پایند. و یکی از چیزهایی که با دیدن عصبانیت یا غصه یا هر احساس دیگر ما در طول یک توبیخ می بینند این است که اشکالی ندارد شخص احساسات خود را ابراز کند. بنگاه با لبخندی افسود: حتی اگر یک مرد باشد. پدر جوان گفت: به این ترتیب دلایل مختلفی وجود دارد که چرا چیز ساده‌ای همانند توبیخ یک دقیقه‌ای این اندازه مؤثر است. کودک می‌تواند از آن چیزهایی بسیار فراتر از موضوع رفتار شخصیش فرا بگیرد. یعنی آنها می‌توانند درباره خودشان نیز چیزهایی بیاموزند. پدر گفت: کم کم دارید یاد می‌گیرید. از اینکه مرد جوان به دیدنش آمده بود خوشنود بود. مرد جوان سرش را به آرامی تکان داد و گفت: درست نمی‌دانم که آیا می‌توانم آن را عملی کنم یا نه.
برایم مشکل است کسانی را که از آنها رنجیدگی ذهنی دارم لمس کنم و از ته دل به آنها بگویم که دوستشان دارم. پدر خندید و گفت: من نگفتم این کار آسانی است. آنگاه لحظه ای اندیشید و گفت: به خاطر می آورم هنگامی که برای نخستین بار توبیخ 1 دقیقه ای را اعمال کردم خیلی نگران بودم. به خاطر یک حادثه من تنها سرپرست خانه و بچه ها بودم. 2 نفر از 5 فرزند من، یعنی 1 دختر و 1 پسر، در سنین بالای 13 سال بودند. آنها در کنار من، با من و با خودشان ناراحت بودند. من نمی دانستم چه باید کرد. مهمان پرسید: خب چه کردید؟ پدر 1 دقیقه لبخند زد و گفت: به دنبال راه‌های جایگزین گشتم. مرد جوان گفت: چه راهی پیدا کردید؟ پدر پاسخ داد: شما بگویید. انتخاب شما چیست؟ خب فکر کنم یا کاری نمی کردم یا به همین کاری که الان می کنم ادامه می دادم. یا اینکه عوض می شدم. کار تازه‌ای می کردم. پدر پرسید: فکر می کنید اگر یکی از 2 راه حل اولی که گفتید در پیش می گرفتید اوضاع شما و فرزندان به کجا کشیده می شد؟ پدر جوان خندید: به جایی نه چندان خوب. پدر پرسید: پس بنابراین انتخاب شما چه چیزی است؟ مرد جوان لحظاتی را در اندیشه به سر برد و سپس به آرامی گفت: فکر می کنم قصد دارم آن را امتحان و سعی خودم را بکنم. پدر 1 دقیقه‌ای به جلو خم شد و با صدایی بلند و خشک گفت: چه؟ پدر جوانتر با صدایی بلند به خنده افتاد. فکر می کنم کمی خجالتی و کم رو بودم. نبودم؟ پدر 1 دقیقه‌ای گفت: راحت باش، به خودت فشار نیاور. تلاش نکن همه چیز را کاملا درست انجام دهی. نگران این که ممکن است اشتباه کنی نباش. اشتباه خواهی کرد. مهم این است که به آنچه اکنون می دانی عمل کنی. پدر جوانتر برخاست و با پدر مسن دست داد، تشکر کرد و به او قول داد که ایشان را از نتیجه کار آگاه کند. وقتی پدر جوان به خانه رسید، اوایل عصر بود. همسرش با نگرانی پرسید: خب، عزیزم، چه چیزی دستگیرت شد؟ پدر جوان لبخندی زد و گفت: باورت نمی شود. حداقل من باورم نشد. فقط چیزهایی را به من گفت که آنها را قبلاً می دانستم. او این آگاهی ها را در 3 روش بسیار مفید و مختصر تنظیم کرده است تا والدین از طریق آنها با فرزندان خود ارتباط بگیرند و ظاهراً نتیجه کارش عالی است. زن نیز لبخندی زد و گفت: وقتی به کارهای آن باور خواهم کرد که برای خودم کارا باشد و اگر در مورد ارتباط گیری بهتر با بچه ها است، علاقمندم در مورد آن بیشتر بدانم. آنها قهوه‌ای دم کردند و تا پاسی از شب به گفتگو نشستند. مادر جوان فکر می‌کرد این برنامه در مجموع احساس خوبی پدید می‌آورد. این همان چیزی بود که او و شوهرش قبلاً به طریقی در موردش حرف زده بودند. برای آنها فقط این روشن نبود که چگونه در مورد آن تلاش و عمل کنند. زن گفت: اما به هر حال من در مورد این یک مشکل بسیار بزرگ دارم. فکر پدر 1 دقیقه‌ای یا مادر 1 دقیقه‌ای اشتباه به نظر می رسد. والدین باید زمانی بیش از 1 دقیقه با کودکان خود به سر ببرند. پدر جوان نیز موافقت کرد و گفت: این دقیقا همون چیزی است که پدر 1 دقیقه‌ای وقتی که می‌خواستم از او جدا شوم به من گفت. این سیستم و روش صرفاً ما را آزاد می‌سازد تا تمام کارهای دیگر که می‌خواهیم برای بچه‌ها انجام دهیم را به عمل در بیاوریم و این همان کاری است که من خواهم کرد. زن
لحظه ای اندیشید و گفت: پس در این صورت من هم این روش را دوست دارم. سپس به شوهرش نگریست و ادامه داد: ممکن است وقت بیشتری برای ما فراهم کند. از روز بعد پدر جوان اجرای آنچه را که آموخته بود آغاز کرد. در ابتدا کار آسانی نبود. احساس ناراحتی می کرد. اما با یاری و همراهی همسرش آنچه ناگزیر بود رخ داد. او به پدری یک دقیقه‌ای تبدیل شد. نه از آن رو که روش آن را می دانست، بلکه چون به روش عمل می کرد. او اهداف یک دقیقه‌ای طرح کرد. تمجیدهای یک دقیقه‌ای به عمل می آورد. توبیخهای یک دقیقه‌ای به کار می گرفت. فرزندانش را در آغوش می گرفت، حقیقت را می گفت، احساساتش را به روشنی بیان می کرد و نیز به اشتباهات خود می خندید. و شاید از همه مهمتر، فرزندانش را نیز تشویق می کرد که چنین کند. حتی یک طرح باز خلاصه برای سرپرستی یک دقیقه ای از فرزندان به وجود آورد. یک نسخه از آن را به هر یک از فرزندانش داد. صرفاً برای آنکه این طرح به خودش و به آنها یادآوری کند، زندگی در حالی که یک تجربه فوق‌العاده پربهاست، باید به آن ارزش گذاشت و محترمش داشت. و در این حال یک بازی نیز هست که باید از آن لذت. طرح پدر یک دقیقه‌ای این گونه است که به کودکانم می آموزم خیشتن را دوست داشته باشند و رفتار درست را نیز به خاطر خودشان دوست داشته باشند. در جریان اجرای این برنامه خودم شاد و مسرورم. اهدافی را در نظر می گیرم و بچه ها را به خاطر رفتارشان توبیخ و یا تمجید می کنم. در مورد حقایق آشکار سخن میگویم و احساسم را برایشان به روشنی بیان میکنم. کودکانم را در آغوش میگیرم و غالب اوقات میخندم. فرزندانم را نیز تشویق میکنم که چنین کنند. اگر کامیاب شده ام ادامه میدهم به تمجیدهای یک دقیقه‌ای، رفتار درست را ستایش میکنم، به فرزندانم میگویم چه کار درستی انجام دادند، دقیقاً تشریح می کنم که چه احساسی دارم. سکوت می کنم تا احساس مرا درک کنند. آنها را در آغوش می گیرم و به آنها می گویم که دوستشان دارم. و این کامیابی ها را پیگیری می کنم. و اگر ناکام مانده ام دوباره به اهداف رجوع می کنم. توبیخ های یک دقیقه‌ای، رفتار نادرست را توبیخ می کنم. به بچه ها می گویم چه کار خطایی کردند. دقیقاً بیان می کنم که چه احساسی دارم. سکوت می کنم تا احساسم درک شود. به آنها یادآوری می کنم که بهتر از آن هستند که چنین رفتاری داشته باشند. آنها خوبند و فقط رفتارشان بد بوده است. بچه ها را در آغوش می گیرم و به یادشان می آورم که چقدر دوستشان دارم. وقتی این کار تمام شد، دیگر مسئله توبیخ تمام شده است. سالها بعد، پدر جوان سابق گذشته هایی را به نظر می آورد که در آنها برای اولین بار در مورد روش یک دقیقه‌ای سرپرستی بچه ها شنیده بود. از اینکه برخی از آموخته های خیش از نخستین پدر یک دقیقه ای را نوشته و نگه داشته بود، احساس شادمانی می کرد. نسخه هایی از این نوشته را لای یک کتاب گذاشته بود و هر وقت کسی در این موارد پرسجو می کرد، یک نسخه از آن را به او می داد. دوستی را که نخستین بار نزد او از پدر یک دقیقه ای حرف زد و او را به وی رجوع داده بود، از یاد نبرد و پرسید: آیا یک نسخه از این دستورالعمل‌ها را می‌خواهید یا نه؟ آن دوست کمی بعد به او تلفن کرد و گفت: نمی‌توانم به اندازه کافی از تو تشکر کنم.
در حال حاضر من خودم از هر سه رمز یک دقیقه تربیت فرزند استفاده می کنم و در حال حاضر بهبود زیادی در وضع خانواده ام پدید آمده است. از اینکه سایرین نیز از روش یک دقیقه تربیت فرزند سود می جویند خوشنود بود و شادمان از اینکه متن دستورات را نیز به دیگران داده است. همه کسانی که نسخه ای از این روش را دریافت کرده بودند می توانستند با چند بار خواندن از آن به روش خودشان به خوبی آن را در خانواده به کار بگیرند. پدر اینک به خوبی از امتیاز عملی تکرار در کار یادگیری هر چیز جدیدی آگاه بود. کمی طول نکشید که در خانه همسایگان بسیاری از پدر و مادرها به والدین یک دقیقه ای تبدیل شده بودند. برخی از همسایه‌ها متن طرح باز را برای فرزندان بزرگسال خود داده بودند تا مطالعه کنند. آنها نیز به نوبه خود همین کار را با سایر همسایگان و آشنایان کرده و آگاهی خود را در اختیار آنها قرار داده بودند. محله آنها به زودی به مکانی شاد و لذت بخش برای زندگی تبدیل شده بود. آن روز عصر که پدر یک دقیقه جدید در خانه نشسته بود، احساس کرد آدم خوش اقبالی بوده است. او این موهبت را به خودش عرضه کرده بود که بتواند در زمان محدود نتایج خوب و زیادی بگیرد. اینک وقت داشت فکر کند و کمکی را که خانواده‌اش بدان نیاز داشتند را فراهم آورد. برای ورزش کردن و سالم ماندن وقت داشت. فشار عصبی را که پدران دیگر بدان دوچار بودند را نداشت و از این امر آگاه بود. زیرا احساس می‌کرد فشار عصبی کمتری در زندگیش دارد و بنابراین می‌توانست زندگی طولانی‌تر و بهتری داشته باشد. این را نیز می‌دانست که بسیاری از دیگر والدین که از همین روش سود می‌برند زندگی شادمانه‌ای دارند. هر دو فرزند او آموخته بودند که خود را دوست بدارند و به خاطر خودشان رفتار خوبی داشته باشند. مشکلات بسیاری را که خانواده‌های دیگر با آن روبرو بودند را پشت سر گذاشته بود. اما خانواده او چیزی بیش از دوری جستن از دردهای فراگیر ناشی از رنج و ناکامی به دست آورده بود. آنها اینک از لذتی نادر بهره‌مند بودند و از آسایش یک زندگی شاد آگاهی داشتند. آنگاه پدر یک دقیقه جدید از روی صندلی راحتی مورد علاقه‌اش برخاست و در اتاق به قدم زدن پرداخت. سخت در اندیشه بود. در مورد خودش به عنوان یک انسان و یک پدر احساس خوشایندی داشت. نگرانی و توجهش در مورد خانواده ثمره‌ای به بار آورده بود از عشق و محبت که همه اعضای خانواده از آن برخوردار بودند. می دانست به پدری بسیار مفید و کارا تبدیل شده. زیرا اینک فرزندانش آموخته بودند خود را دوست بدارند و به خاطر خودشان خوش رفتار باشند و شاید مهمتر از همه خودش راحت شده بود. ناگهان صدای همسرش را شنید. متاسفم که مزاحم می‌شوم، اما خانم جوانی پشت تلفن است که می‌خواهد به اینجا آمده و با ما در مورد چگونگی تربیت بچه‌های من صحبت کند. همسرش نیز با دیدن شیوه ارتباطی شوهرش با بچه‌ها و تغییراتی که در خانه پدید آمده بود، استفاده از روش یک دقیقه ای را شروع کرده بود. او گفت اگر بتوانم وقتی در این مورد صحبت می‌کنید حضور پیدا کنم، بسیار خوشحال خواهم شد. شوهرش گفت واقعاً می‌آیی؟ خیلی عالی است. شاید به کمک یکدیگر بتوانیم
آنچه را در مورد چگونگی به نتیجه رسیدن این روش آموخته ایم به این مادر جوان نیز بیاموزیم. پدر یک دقیقه‌ای شادمان بود. می‌دانست تعداد فزاینده‌ای از پدر و مادرها علاقه روز به روز بیشتری در مورد مشکلات فرزندان خود نشان می‌دهند. برخی از آنها به اندازه خود او مشتاق این بودند تا چگونگی عملکرد بهتر در جریان بزرگ کردن فرزندان را بیاموزند. خانواده آنها اینک فعال و خوشحال بود. از وجود یکدیگر لذت می بردند. دیگرانی که آنها را می شناختند نیز از این لذت بهره‌مند می شدند. داشتن چنین موقعیتی احساس رضایت پدید می آورد. به زنی که تلفن کرده بود گفت هر وقت که دلتان خواست به ما سر بزنید. کمی طول نکشید که او و همسرش خود را با زنی جوان و بشاش روبرو دیدند. پدر یک دقیقه جدید گفت خوشحالیم از این که رموز تربیت فرزند را با شما در میان می‌گذاریم. فقط یک درخواست از شما دارم. مهمان پرسید چه درخواستی؟ خیلی ساده است. اینکه رموز تربیت فرزند را با دیگران نیز در میان بگذارید. برخورد صریح دکتر سپنسر جانسون با موضوع تربیت فرزند برای هر یک از اولیا ارزشمند است. شما چه پدر باشید و چه مادر، فرزند داشته باشید و یا نداشته باشید، روش‌های مؤثری برای لذت بخش تر کردن سرپرستی کودکان از این کتاب فراخواهید گرفت. پایان کتاب.